من دوستش اینو بگم، مثلا اگه یک مؤسسه میگه آقا ما با این دانشگاه ارتباط داریم، اصلا هیچ مؤسسه هیچ ارتباطی با هیچ دانشگاهی در حداقل برای گرفتن پی اچ دی وجود نداره واقعا، چون آدم سوجود توی مسیر خیلی زیادن و از استرس و از شرایط نامساعد الان ایران سوء استفاده میکنن. دقیقاً. چون سرکیسه میکنن. یه چیزی اضافه کنم واسه بورس، آره حتما. یه استراتژی واسه پسرا، واسه پسرایی که سربازن، یعنی شاید خانوما این مشکل نداشته باشن ولی سجاد یه فیلم میخوای درست کنی، کمک کنی به من. نمیخوام فیلم درست کنم، شما بزنم اول فیلم درست کنم. من کجا من آوردن تو بیابون الان تو یوتیوب بین عجب فیلمی، عجب جای خفنی فن بچرخت رو خونه کجا من آوردن. من نیست کدوم خدایی بوستاست. خدایی است. خدایی این خانم هم گاله واسه بنفش بسیده مثلا مود دهه 66 خدایی چای خوبیه آقا. اگه یک ماه دیگه میمیره از شدت مگه خودت نگفتی که فیلم بگیریم کمک کنه بچه ها؟ من گفتم فیلم بگیریم، نگفتم تو بیابون بیام که فیلم بگیریم. که الان توی گوشم یک حشره رفته تا کجا داریم میری تو. سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز دوتا مهمون عزیز داریم، خانم زهره و آقای سجاد. از اونجایی که خیلی خیلی ازمون خواستین که راجع به مراحل اپلای کردن برای پی‌اچ‌دی ایتالیا براتون فیلم تهیه بکنیم، امروز دوتا مهمون عزیز آوردیم. حالا دونه دونه خودشون رو معرفی میکنن و توضیح میدن که چی میخونن اینجا. آقا سجاد شما توضیح خودتون بدین. من سجاد بهروزم، دانشجوی پی‌اچ‌دی معماری دانشگاه روماتره، یه ماه دیگه دفامه و همین. به سلامتی، خیلی هم ممنون. شما؟ زهره هستم، به تازگی فارغ التحصیل شدم از رشته بیولوژی محیط زیست از دانشگاه روماتره. خب خیلی هم عالی. حالا خیلی ازمون سوال پرسیدین، من توی اینستاگرام باکس گذاشتم از توی کامنت هایی که قبلا برامون توی یوتیوب گذاشته بودین، یه سری سوالا رو خب جداگونه نوشتم، چیزایی که به ذهنم رسیده رو میخوام ازشون بپرسم که بتونید راحت‌تر اپلای بکنید و بریم جلو سوالا رو دونه دونه بپرسیم. خب اول از این که می‌خوایم مثلا یک نفر رو در نظر بگیریم که میخواد از ایران برای دکترا اپلای بکنه اینجا، اصلا مراحلش، اولین مرحله‌اش چیه، چه مدارکی باید داشته باشه؟ خب اول از همه که مرحله ترجمه مدارکه، باید مدارکی که لازم هست جمع‌آوری بشه، تمام مدارک تحصیلی ترجمه بشن و حالا در کنار اون یه سی وی باید آماده بشه. این سی وی لازمه برای موقعی که با استادا مکاتبه میشه. در کنارش باید یک ایده‌ای از پروپوزالی یا پروژه‌ای که میخوام برای دکترا انجام بدن، چون دکترا خیلی وابسته است به پروژه و حداقل یک ایده‌ای داشته باشن برای پروپوزال پی‌اچ‌دی‌شون. حالا تو این حین مهمترین نکته این هست که با دانشگاه مکاتبه کنن، با استادایی که تو این زمینه تخصص دارن ارتباط بگیرن و بتونن استادی رو پیدا بکنن که توی فیلد اونا کار میکنه و علاقه مند هست که روی موضوعی که اینا در نظر دارن کار بکنه و اینی که اونو متقاعد کنن، قانعشون کنن که اونا رو، این حالا فرد رو دعوت بکنه به تیم تحقیقاتی خودش. اوکی. که این سخت‌ترین مرحله پی‌اچ‌دی میشه در نظر گرفت، چون متقاعد کردن استادا یه پروسه زمانبره، طولانیه. خود ایمیل زدن ها و ایمیل آماده کردن برای استادا، پیدا کردن استادایی که تو این زمینه کار میکنن و متقاعد کردنشون که اینا دانشجوی خوبی هستن و میتونن تیم پژوهشی اون استاد رو تکمیل بکنن. اوکی. شما نظری داری که بخوای اضافه بکنی؟ چون نه نظری ندارم، فقط این که شاید لازم باشه توضیح بدیم که من و زهره با اینکه تو یک دانشگاه هستیم ولی تو دو تا دانشکده مختلفیم و بعضی از جوابامون میتونه متفاوت باشه. با اینکه بندوی دانشگاه یکیه ولی یک مقدار یه سری از بخش‌ها سلیقه‌ای عمل میشه. حالا جلوتر سوالا شاید جوابا شاید متفاوت باشه. درسته. خب این مدارکی که باید ارائه بدین که همون مدارک تحصیلیه دیگه، یعنی مدارکی گفتی باید آماده بکنن، مدرک لیسانس، ارشد، بعد دو تا مدرک ها رو ارائه بدن، چیز دیگه ای هست که باید مرحله اول که میخوام با استادا مکاتبه بکنن؟ من خودم طبق همین روند جلو رفتم، به خاطر همین روند رو پیشنهاد میدم و تا جایی هم که من دنبال اپلای کردن بودم توی صرفا نه ایتالیا، توی کشور دیگه هم دنبال اپلای بودم، کلن همین روند رو دیدم. حالا برای سجاد یه مقدار متفاوت تر بود سیستم،
ولی اینجوری هست که شما برای مکاتبه با استاد باید سی وی و اون پروپوزال و کلن حالا مقالات یا پروژه هایی که تو این زمینه میتونه معرف شما باشه و یه جوری توصیف کننده اون کوالیتی یا کیفیت کاری شما باشه، درسته. اونا رو در مرحله اول باید آماده کرد. مدارک تحصیلی برای زمانیه که باید دیگه اپلای شروع بکنن به پر کردن مدول دانشگاه ها و اپلای کردن. اوکی. و اینکه خب بچه ها باید بدونن که آیا اصلا میتونن برای ایتالیا اقدام بکنن یا نه. این مثلا اینکه بدونن معدل چقدر تاثیر داره توی این پروسه. بچه ها روماتره درس خوندن، بنابراین ما نمیتونیم خیلی نظر کلی راجع به همه دانشگاه ها بدیم مسلما، چون ایتالیا دانشگاه زیادی داره، ولی حالا راجع به اون چیزی که حداقل راجع به روماتره یا دانشگاه های روم حداقل اگه میدونین میخوام ببینم که، چون خیلی پرسیدن که آیا معدل تاثیر داره یا نه. معدل بس کاملا بستگی داره به دپارتمان که چجوری میخواد مدارک رو ارزیابی بکنه. خب توی سری از دپارتمان ها یک ارزش خاصی رو در نظر میگیرن برای معدل، یه سری از دانشگاه ها نه، ولی در کل بچه ها نباید از معدل خیلی بترسن، به خاطر اینکه اگر معدل پایینی دارن میتونن با یه سری دیگه از حالا کیفیت های دیگه اون پایین بودن معدل رو کاور بکنن، مثلا با مقالاتی که میتونن بدن یا اون پروژه‌ای که مشارکت داشتن و حالا کارهایی که خارج از اون حالت تحصیلی انجام دادن در کنار تحصیلشون انجام دادن میتونن اون ضعف معدل رو بپوشونن. اوکی. مثلا این میپرسم که مثلا اگر یکی میگه من معدلم مثلا 13ه، من آیا میتونم مثلا اقدام بکنم؟ خیلی ازم میپرسن. پس نمیشه اینجوری کلی گفت. این بعضی جا بعضی جایی نوشته مثلا شما وقتی میخواین اقدام کنی، بعضی دانشگاه ها اگه اشتباه نکنم مثلا دانشگاه پلی تکنیک یک سقف یک حداقل معدل میخواد. آها. که مثلا می نوشه شما اگه معدلت زیر 17 اصلا قبول نمینی، رد میشی. من مطمئن نیستم، دارم حدس میزنم. دانشگاه بولونیا هم توی اون قسمت ارزیابیش ارزش دهی کرده بود که مثلا معدل حالا البته بر اساس سیستم ایتالیایی، درست، که معدل مثلا 110 تا 100 مثلا 5 امتیاز میگیره، پایین تر همینجوری تصادفی میومد. اوکی. جایی نوشته اینو؟ یعنی میخوام اینو بدونم که بچه‌ها جایی میتونن اینو پیدا بکنن؟ همه دانشگاه نه، ولی مثلا دانشگاه بولونیا که زهره میگه یه ارزشیابی گذاشته، یعنی سیستم ارزشیابی مداری که شما ارسال میکنی و نوشته نمره اینقدر اثر داره، مقالات اینقدر تاثیر داره، دانشگاهی که رفتی مثلا اینقدر اثر داره. اون به نظر من خیلی ریفرنس خوبیه برای این که شما بدونی با خود چندی و بدونی در چه شرایطی هستی، در چه شرایط رقابتی هستی با بقیه. درسته. خب بعد ددلاین داره آیا برای اقدام کردن؟ مثلا من امروز تصمیم میگیرم که درسم تموم شده برای ایتالیا اقدام کنم، مثلا ما الان تو ماه مهریم، من کی میتونم، چه ددلاینش کیه که میتونم در واقع با استادا ارتباط بگیرم؟ یا اینکه ددلاین دانشگاه ها چون دکترا یک بار در سال هست، البته به خاطر کووید یه مقدار تغییر کرد و یک ددلاین جدید باز کردن که برای ژانویه بود، ولی خب صرفا به خاطر کووید بود. ولی تو ثبت نامو داری میگی، درسته؟ نه نه آره، ولی خب حالا میرسم به اون. خب در حالت کلی چیزی که من موقعی که خودم اپلای میکردم متوجه شدم، حالا میتونه ددلاین ها تغییر بکنه، چون من برای 3 سال پیش 4 سال پیش بود، ولی ددلاین ها از معمولا از مارچ شروع میشه و تا جون و جولای هست و حالا یه چند تا از دانشگاه ممکنه توی آگوست هم با زور ددلاین داشته باشن، ولی عموما توی این بازه قرار داره و شروع دانشگاه هم باز دوباره از همون بازار بستگی به دانشگاه از سپتامبر تا مثلا نوامبر رو اینا شروع دانشگاه هست. درسته. حالا یه سایتی هم هست که ما توی دیسکریپشن براتون میذاریم، توی اون سایت میتونید مثلا ددلاین ها رو نگاه کنید، بندوی هر رشته ای رو، قوانینش رو، همه اینا رو میتونید نگاه کنید و براتون خیلی راحت تر میشه، واسه همین درست تر میتونید اون بازه زمانی رو ببینید، چیزای مختلفو توش نگاه بکنید. ببخشید میونه کلامت، به عنوان مثال این کاغذی که جلوم هست بندوی دانشگاه روماتره، دانشگاه روماتره واسه اپلای سال 2021 ددلاینش ساعت 2 ظهر 22 لولیه 2021 22 جولای 2021 یعنی آخرین مهلتی که میتونن آخرین مهلتی که میتونیم مدارکتون آپلود ماه جولای هست 22 جولای
اوکی. معمولا یک ماه قبلش باز میشه، احتمالا 22 جون باز شده تا 22 جولای. این برگه هایی که کپی کردی، این بند و یه روماتره هست؟ بند و سال 2021 روماتره هست، حالا میتونیم لینکش رو اونا بذاریم با من نمونه. اوکی. ولی این ایتالیایی انگلیسیش نمیدونم هست یا نه، انگلیسیش هم داری نه؟ اوکی اوکی. این مال رشته به خصوصی یا کلن برای دکترها؟ نه، هر دانشگاه پی اچ دی یه بند و اوکی. ولی رشته ها جداگونه نیست، توضیح داده که هر رشته چند تا پوزیشن داره جدا. اوکی، پوزیشن ها رو گفته. اوکی ولی خب بعد به چه شکله مثلا شما میخواین اقدام بکنید برای دانشگاه روماتره، همون رشته که شما رفتین مثلا معماری خوندین، چه جوریه؟ با بورس، بی بورس؟ بی بورسش چه شکلیه، با بورسش به چه شکله؟ به عنوان مثال رشته معماری دانشگاه روماتره اینجا نوشته که در واقع پوزیشن های توتال، پوزیشن های کاملشون 6 تاست، 4 تاشون واسه دانشجوی ایتالیاییه که با بورسن، 4 تا پوزیشن واسه دانشجوی هستش که ارشدشون ایتالیا گرفتن. درسته. و رزیدنسی ایتالیا رو دارن. یه دونه جایگاه هست واسه دانشجو بدون بورس. بله. و یه دونه جایگاه هست، یه دونه پوزیشن هست واسه دانشجویی که از خارج از کشور میاد، یعنی مدرک ارشدش مال قبلیش مال خارج از کشوره. 4 + 1 + 1 میشه 6، یعنی در واقع 5 تا با بورس، یکیش خارجیه. درسته. و یه دونه بدون بورس، یعنی کسی که از خارج میاد یک دونه جا بیشتر نیست، یعنی شما یه دونه جا بیشتر نیست. پس رقابت خیلی بالاست. خیلی. این واسه دانشگاه روماتراس. من مثال میزنم، ورودی سال من رشته معماری در شهر روم فقط 2 تا جا بود، یکی دانشگاه ساپینسا، یکی دانشگاه روماتر. تبریک میگیم به شما که اون یه دونه چهار. نه واقعا خب کار آسونی نیست. خب، و من یه چیزی میتونم اضافه کنم برای بعضی از رشته ها، مثل رشته من که بیولوژی بود، بعضی موقع ها تعداد پوزیشن ها بیشتره ولی تقسیم میشه. مثلا برای رشته من اون موقع 9 تا پوزیشن بود که 2 تا بدون بورس بود، 7 تا با بورس. درسته. و از این 7 تا 3 تاش برای بیولوژی محیط زیست بود و 4 تا برای بیولوژی مولکولی سلولی. و حالا بازور این 4 تا یه دونه خارجی داشتن، 3 تا داخلی، و حالا اون 3 تایی که برای محیط زیست بود یه دونه خارجی، 2 تا داخلی. اوکی. من نکته اضافه کنم؟ بله حتما. یه چیز شاید مهم باشه. مثلا الان امسال رشته زهره 8 تا شده. مثلا امسال از سال 2020 که یکی کم شده. گفت نه. یعنی متغیر عوض میشه. متغیره. و بعد اینکه اگه دانشگاهی پوزیشن خارجی داره خیلی به نفع کسایی هستش که از ایران میاد. یعنی اونا رقابتشون فقط با خارجی هست، نه با خارجی ها به علاوه ایتالیایی ها. اگه ننوشته که یک جایگاه مشخص واسه خارجی هستش، یعنی شما باید با تمام ایتالیایی ها و خارجی ها تو یه رقابت قرار بگیرید، یک رقابت سخت تری. آفرین. دقیقاً یکی از سوالای مهم بچه‌ها هم همین بود که خیلی پرسیده بودین، که اگر شما مسترتون رو تو ایتالیا خونده باشید، آیا امتیاز بیشتری نسبت به کسی که از ایران داره اقدام میکنه دارین؟ که در واقع جواب الان دادی، در واقع امتیاز بیشتری در واقع میشه گفت دارن دیگه. درسته. از یه جهت شما به جای یک نفر 4 نفر رو 5 نفر ایتالیایی رو میگیرن، ایتالیایی نه 5 نفر رو میگیرن که مدرک قبلیشون از دانشگاه ایتالیا گرفتن. آها. یعنی به قول زهره یعنی در واقع 5 تا جا هست که واسه رقابت میشه. درسته. ولی برای خارجی فقط یک دونه جا هست که واسه رقابت میشه. بنابراین شاید برای شاید آسون تر باشه. یا شاید متقاضی تو ایتالیا بیشتر باشه، یعنی ممکنه نسبت اینجوری باشه دیگه. یعنی خارجیایی که خب میخوان اقدام کنن تعدادشون شاید کمتر از کل مثلا ایتالیایی باشه. که یه چیزی هم اضافه کنم که مثلا رشته من، سال ورودی من دانشگاه ساپینسا، اون یه دونه پوزیشنی که بدون بورس بودش واسه خارجی و واسه ایتالیایی نبود، یعنی هر دو میتونستن اقدام کنن. آها اوکی. و اگه کسی احتمال میده شانسش کمه و حتما میخواد بیاد، قطعاً شانس جای بدون بورسش بیشتره، یعنی شانس اینکه برنده بشه جایگاه بدون بورسش بیشتره. و شما باید از قبل انتخاب کنی که شما جایگاه بدون بورس رو می‌خواید انتخاب کنی و جایگاه با بورس. آها درسته. حالا اگه بورسیه، یه سوال دیگه این بود که اگر مثلا ما بورس نشیم چقدر باید پول بدیم؟ سالی 140 یورو تکس. در واقع ولی به ضرر بچه‌ها شاید میتونه باشه، از نظر اینکه شما دیگه در واقع مثل یک به عنوان ریسرچر مثل کسی هستین که شغل دارین و جای دیگه ای عملا نمیتونین کار بکنین. اجازه نه کار پاره وقت، ببخشید، نه کار تمام وقت دارید. یعنی دانشجو ارشد میتونه پاره وقت کار کنه، دانشجو پی اچ دی پاره وقت هم نمیتونه کار کنه،
مگر اینکه البته یه بستگی به نظر دپارتمان داره. ما به عنوان دانشجوی تمام وقت اگر بخوایم کار خارج از دانشگاه انجام بدیم، یعنی عملاً به صورت آزاد اجازه بستن قرارداد نداریم، و اگر بخوایم قراردادی ببندیم برای کار خارج از دانشگاه باید دپارتمان تصمیم بگیره و مجوز از دپارتمان بگیریم که اونجا هم یه کمیته هستن که بررسی میکنن و حالا این مجوز رو میدن یا نمیدن. و راضی کردن اونا بنا به ارتباط این کاره با ریسرچ شماست عموماً. آها درسته. اگه مرتبط باشه رضایت میدن، اگه نباشه نباید بدن. خب بعد یه قضیه مهم زبانه. این زبان یعنی انگلیسی باید بخونن، ایتالیایی باید بخونن، آیا باید آیلتس ارائه بدن؟ یکم راجع به زبان میشه توضیح بدین، از شما شروع کنیم. عملا حالا نه صرفا ایتالیا، تقریبا میشه گفت سرسر دنیا زبان پی‌اچ‌دی انگلیسی هست، به خاطر اینکه زبان بین المللیه که بتونن حالا پابلیش اون انتشاراتی که دارن، مقالاتی که چاپ میکنن یا خروجی که دارن باید به یک زبان اینترنشنال باشه که انگلیسیه. از اونجایی که ما مصاحبه میشیم، ما اینترویو داریم، معمولا دانشگاه سطح زبان انگلیسی رو توی همون اینترویو میسنجن، یعنی مدرک زبان نمیگیرن معمولا، ولی بازم این بستگی به دانشگاه داره. بعضی از دانشگاه ها درخواست مدرک زبان میکنن و حالا ولی تا جایی که من میگشتم و اپلای میکردم تو اون بازه تقریبا میتونم بگم که دانشگاهی ندیدم که مدرک زبان بخوان. اگرم مدرک زبان میخواستن اختیاری بود، چیزی بود که میتونست یک ارزش باشه روی سی وی من اگه میتونستم مدرک زبان ارائه بدم، ولی چیز اجباری نبود، یک گزینه اجباری نبود. یعنی ایتالیایی هم که خب اصلا به کنار، شما اصلا مدرک زبان ایتالیایی شما که داشتین ولی شما نه. اگر کورس انگلیسیه که مدرک زبان ایتالیایی نیاز نیست کلا، اگه کورس به زبان انگلیسی، اگه کورس ایتالیایی باشه که خب مدرک زبان میخواد دیگه، درسته؟ اگه تو کورس ایتالیاییه مدرک زبان اجباری نبود. آها اینو کجا میتونم بچه‌ها متوجه شن؟ توی همون بندو. آها اینجا نوشته، یعنی از تو همون اولش تو متوجه. اگه اینجا ننوشته باشه توی سایت دپارتمان قطعا نوشته. اوکی، بعد سفارت چیکار میکنه؟ ولی چون سفارت ممکنه گیر بده. این جواب زهره بهتر میدونه. واقعیتش من نمیدونم الان برنامه سفارت به چه صورت هست، ولی خب سفارت مدرک زبان میخواست موقعی که منم میخواستم بیام، ولی توی نامه‌ای که دانشگاه به من داد، نامه پذیرش دکترام، توی اون نوشته بودن که سطح زبان من بررسی شده و مورد قبول دانشگاه بوده و سفارت همینو از من قبول کرد. حالا نمیدونم چقدر هنوز این سیستم قابل قبول باشه برای سفارت، چون سطح زبان تو موقعی که مسابقه آنلاین بود؟ نه، من حضوری اومدم برای دانشگاه، برای دپارتمان ما امکان مصاحبه آنلاین وجود نداشت و من باید حضوری می اومدم. نه خب سفارت آخه قبل از اومدنتونه چجوری سنجیده بود؟ من مصاحبه دادم، دانشگاه قبول شدم، خب و بعد درخواست ویزا کردم که بیام، برای ویزای تحصیلی کردم بیام. یعنی یه ویزا ببخشید، من پذیرش دادم، من یه ویزای توریستی گرفتم، اومدم ایتالیا مصاحبه کردم. یعنی پروسه‌اش همین کاری که تو کردیه؟ توی همین دانشگاه ما مثلا سجاد آنلاین مصاحبه کرد، ولی دپارتمان ما به صورت استثنا شاید گفت که به صورت آنلاین مصاحبه نمی‌کنه و من باید حتما حضور داشته باشم، امکان مصاحبه حضوری. پس تو یعنی مجبور شدی که ویزای من باید توست. آره می اومدم یه بار. چقدر جالب، من اصلا حتما بگم که... برای رشته ما هم چیزی برای اینکه آنلاین ننوشته. من تماس گرفتم گفتم من نمیتونم بیام، میشه آنلاین بدم؟ گفتم خب سری بچه‌ها با این مشکل روبرو میشن. بعضی دانشگاه‌ها که قطعا نوشته مثلا آنلاین، مثلا ساپینسا نوشته کسی که خارج کشور آنلاین. البته اینم بگم که بعد از کووید وقتی که حالا این سیستم شما قبل کووید بودی آره آنلاین کار کردن یه مقدار باب شد، الان من حتی میبینم که مصاحبه هایی که میتونه حتی حالا نه صرفا دانشگاهی میتونه حضوری هم انجام بشه آنلاین انجام میشه، پس حالا فکر نمیکنم خیلی نگرانی زیادی باشه. خب حالا این مصاحبه ای که شما انجام میدید، ما حالا در نظر گرفتیم که همه کارتون کردین، حالا چه اولا راجع به این صحبت کنیم که مقاله، اگه نکته ای راجع به مقاله ارائه دادن دارین، چون مقاله خیلی مهمه دیگه، درسته؟ یعنی زمانی که شما دارین اپلای میکنین چه چیزی مهمه؟ یکیش مقاله است. فیلد من و سجاد کاملا متفاوته. من اگه بخوام توی اون دوستانی بگم که توی حوزه ریسرچ هستن، یعنی بیشتر یعنی تو حوزه هنر رو اینا قرار نمیگیرن و بیشتر ریسرچ هستن،
توی اون فیلد مقاله خیلی مهمه، چون شما باید توانایی تحقیق کردن و ریسرچ کردنتون رو اثبات بکنید و یکی از راهاش دادن مقاله است. یعنی حداقل دو تا مقاله داشتن فکر میکنم یه چیز لازم و ضروریه. درست. و حالا من یادم رفت، نمیدونم چقدر در مورد این صحبت کردم، که خیلی مهمه که شما بتونید یک استاد رو قانع بکنید که توی زمانی که داره مدارک شما بررسی میکنه، توی اون کمیته‌ای که دارن مدارک شما رو بررسی میکنن، سمت شما بشینه و از شما دفاع بکنه، از رزومه شما و از اپلیکیشن شما دفاع بکنه. و برای قانع کردن این استاد خیلی زمان بره، یعنی چیزی هست که زمان زیادی میگیره. چطور میشه این استاد رو استادها رو پیدا کرد؟ چون شما ممکنه به 10 تا استاد ایمیل بزنین و از این 10 تا مثلا 5 تاش به شما جواب بده، 4 تاش فقط جواب ایمیل شما رو بده و یه پروسه زمان بره. و حالا از بین این 4 تا ممکنه مثلا حالا 2 تاش نزدیک بازنشستگی باشه، یکیش نتونه دانش رو بگیره و فقط یکی 2 تا به شما حالا یک جواب اولیه بدن. به خاطر همین هر چه سریعتر شروع کنین به مکاتبه کردن با استادا به نفع شماست، یعنی هر چه سریع‌تر بتونین استادا رو قانع بکنین. چون معمولا استادا 2-3 ماه 3-4 ماه قبل از اینی که حتی اپلیکیشن ها باز بشه، اون بندو پی اچ دی بیاد بیرون، تقریبا دنبال دانشجوهاشون میگردن و دانشجوهاشون رو انتخاب میکنن. مثلا الان استاد خود من برای سال دیگه که میخواد دانشجو بگیره، از همین از تقریبا 1-2 ماه پیش داره دنبال دانشجو میگرده که دانشجوشو انتخاب بکنه. و اینجوری دردسر استادم کمتره، به خاطر اینکه میدونه توی موقعی که اینترویو هست و میخوان دانشجو رو انتخاب بکنن، درست، میدونه باید از چی دفاع بکنه و اون موضوع پروپوزال رو با دانشجو هماهنگ کرده. بنابراین خیلی 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 مهمه و خیلی شانس شما رو بالا میبره که از قبل با استاد هماهنگ کنین، با استاد صحبت کنین و سعی کنین یک استاد رو قانع کنین که برای شما بیسته و از شما حمایت کنه. حالا این استاداش رو چجور میشه پیدا کرد؟ یکی از راهاش اینه که توی دانشگاه گشت، توی حالا استادایی که توی فیلد حالا بچه ها کار میکنن و پیدا بکنین و بیاین شروع کنین باشون مکاتبه کردن. یا مثلا پروژه‌ای که توی دانشگاه هست معمولا مینویسن چه پروژه‌ای دانشگاه دارن و بر اساس اون پروژه ها بگردین، استادایی که سوپروایزر اون پروژه هستن و پیدا بکنین، پروژه‌ای که به شما نزدیکه و حالا ابراز علاقمندی بکنن که دوست دارن توی اون تیم باشن و کار بکنن. یا موقعی که دارن مقاله ها رو میخونن، مقاله هایی که نزدیک هست به کار اونا نگاه بکنن، ببینن نویسنده مقاله معمولا حالا اسم آخر مقاله معمولا استاد، اون سوپروایزر اصلی، اون فول پروفسور هست. نگاه بکنن ببینن که کی هست، از کدوم دانشگاه، از کدوم دپارتمانه و شروع کنن باشون مکاتبه کردن. و این خیلی به نظر من نکته خیلی خیلی مهمیه. اوکی، خیلی ممنونم. و تو هم همین نظر رو داری نسبت به اینکه حالا رشته هاتون با هم متفاوته؟ یعنی تو هم این پروسه کانکت شدن با استاد اینو داشتی یا برای تو فرق میکرده؟ یعنی چقدر موافقی؟ برای من فرق میکرد، ولی مسیری که زهره میگه یه مسیر استانداردیه. بله، که عموماً درسته. به این شکله که با استاد بعد مکاتبه کنی. ولی خب من با استاد مکاتبه نکردم. من کاملا متفاوت. با استاد مکاتبه نکردم. خب من اول به سکرتاری دانشگاهی ایمیل زدم. مثلا گفتم من میخوام شرکت کنم و این بندش، آیا درسته که این پروسه که من انتخاب کردم و از این لینک؟ گفت آره. نه. و مدارکو فرستادم و با استاد خیلی مکاتبه نداشتم. خب یه نکته که من بخوام اضافه بکنم این هست که دپارتمان ها معمولاً هر سال یه رویکرد خاص دارن بر اساس پروژه‌ای که دارن، سعی میکنن اون سیستم پژوهششون رو توی یک سمت خاصی هدایت کنن. درست. مثلا من خودم اگه بخوام از تجربه خودم بگم، سال دومی که من دانشگاه بودم برام سوال بود که چرا هیچ دانشجوی خارجی نگرفتن اون سال. سال دومی که من دانشجو بودم از یکی از استادا پرسیدم که چرا دانشجوی خارجی نیست، چرا شما امسال دانشجو خارجی نگرفتین؟ گفتن که ما امسال روی کردمون روی این بود که بیشتر روی ساستینبیلیتی کار بکنیم و محیط زیست. و بیشتر حالا چند تا دانشجوی پاکستانی داشتن که اپلای کرده بودن و اینا پروژه های خوبی داشتن، رزومه های خیلی خوبی هم داشتن، ولی پروژهشون در مورد کشاورزی بود و دانشگاه نمیخواست اون سال روی کشاورزی کار بکنه. و به همین راحتی پروپوزالی که خوب بود، دانشجوهایی که رزومه های خوبی داشتن،
ریجکت شدن فقط صرفا به خاطر اینکه نمیدونستن روی کرده دانشگاه اون سال دپارتمان یا اون دانشکده به چه سمتی هست و مکاتبه با استادا میتونه کمک بکنه که بفهمن که الان مثلا امسال روی کرده پروژه بیشتر به سمت مثلا کلایمت چینج، به سمت ساستینبیلیتی و بفهمن که دانشگاه یا دپارتمان به چه موضوعی امسال علاقه منده و پروپوزالشون رو بر اساس روی کرده دانشگاه بنویسن یا تعریف. کاری که دقیقاً تو برعکسش رو فکر کنم کردی، یعنی تو خودت روی کرده خودتو، یعنی کاری به روی کرده دانشگاه نداشته خودت. من دانشگاهمون یعنی دپارتمان فرق میکنه کم، ولی یه چیز اضافه کنم به حرف زهره، این مکاتبه کردن با استاد خیلی مهمه که چطوری بلد باشید بنویسید، یعنی کوتاه بنویسن، مختصر بنویسن، نامه اینقدری ننویسن مثلا خصوصی نداره باز کنه بخونه که. درست. اگه جوابتون نداد مثلا یه هفته بعد دوباره همونو بفرستین، سه باره بفرستین، پنج بار اصلا بفرستین، فقط طولانی نفرستین، خلاصه مختصر مفید اینسیست کنی جوابتون میده بالاخره. در نهایت میگه که مثلا من وقت ندارم یا مثلا پوزیشن پرسید. در آن واحد به دو تا استاد در یک دپارتمان هم نباید ایمیل زد. شما به یک استاد ایمیل میزنین، فالوآپ میفرستین، اگه جواب شما رو نداد یا گفت که نمیتونه دانش رو بگیره یا پوزیشن نداره، اون موقع به یک استاد دیگه بزنین، چون استادا با هم دیگه صحبت میکنن و این اصلا وجه خوبی نداره که به دو تا استاد همزمان توی دپارتمان ایمیل بزنین. این خیلی چیز مهمه. خیلی مهمی بود اتفاقا. در واقع گروه های مختلفی هستن توی دانشگاه با گرایش های مختلف و شما مثلا به یک گروه و یک گرایش ایمیل میزنید، بعد به اون یکی دیگه ایمیل میزنید، به اون یکی دیگه ایمیل میزنید، یعنی که شما فقط میخواید بری وارد دانشگاه بشید، اصلا مهم نیست میکنید با کی کار کنید. ایمیل وجهه خوبی نداره. ایمیل کپی پیست هم بدترین اتفاق ممکنه. ایمیل باید کاستومایز بشه بر اساس استادی که بهش ایمیل میزنه. چقدر مهم. و اشاره بشه به یک حالا ویژگی مطالعاتی یا یک خصوصیتی که مشخص بشه شما این ایمیل رو برای اون استاد نوشتین. درست. مثلا اشاره بشه به یکی از مقالات استاد که مثلا یا یکی از پروژه های استاد یا یک چیزی که نشون بده که شما اون ایمیل رو برای اون استاد نوشتید، نه یک ایمیل حالا تمپلیت که شما بتونید فقط اسم استاد رو عوض بکنید، اسم دانشگاه رو عوض بکنید و برای چند تا استاد همزمان بفرستید. بهتره که توی ایمیل اشاره بشه که شما علاقه‌مندید و تحقیق کردید و با شناخت دارید برای اون استاد ایمیل می‌نویسید. این شانس گرفتن جوابو خیلی بالا می‌بره. اگر استاد، چون استادا در روز تعداد ایمیل های خیلی خیلی زیادی دریافت میکنن، ولی اینی که ببینن ایمیل حالت تمپلیت هست و شما هیچ مطالعه‌ای نکردین، هیچ شناختی از اون استاد ندارین، استاد صرفا ایمیل رو میبنده و میره سراغ ایمیل بعدی. بهتر این هست که شما جوری ایمیل بنویسین که مطمئن بشین که حداقل میتونید اون استاد رو ترغیب بکنید که به شما جواب بده. و برای همینم هم میگم اشاره کردن به کار استاد یا صرفا هم نباید تعریف و تمجید باشه. اوکی. میتونه یک سوال باشه، یک کنجکاوی باشه و حالا معرفی بیشتر خود همون دانشجو. اوکی، خیلی هم خوب. خب میخواین یه استراحتی بکنیم و برگردیم یا ادامه بدیم؟ میکنم یک بند صحبت کنیم و ما یه استراحتی بکنیم، یه آب بدیم به مهمونمون و دوباره برگردیم. آبی که پشتانه جا به خبر نیست، منتظریم از این جده استراحت برمیگرد. میابریم چرا اینجوری میکنی؟ همون یه باچه آبا دقیقا میابریم از هم میخواییم فیلم بگیریم، سر گوسفندا میبرن یه ذره آقابشش میدن از هم میخواییم فیلم بگیریم. آبم نداره، آب داره. خب ما برگشتیم. آب نخوردیم. هیچ اتفاقی نیفتاد. ادامه برنامه میشه. به ادامه سوالات ما. حالا توضیح میدم بهتون که چی بوده. فعلا سوالا رو جواب بدیم، بعد توضیح میدم که جریان آب نخوردن ایشون چی بوده. جریان نیست، آب نیست. ادامه بدید. خب حالا برمیگیم سر سوالا. این نکته مهم این که مدارک به چه زبانی باید ترجمه بشن؟ برای سفارت که طبیعتاً ایتالیایی، برای دانشگاه من به انگلیسی ترجمه کردم. فکر می‌کنم بشه به انگلیسی. یعنی دو تا ترجمه کردی. اول برای دانشگاه به انگلیسی ترجمه کردم فرستادم. وقتی که جواب اپلایم اومد، بعد ایتالیایی ترجمه کردم، با سفارت اقدام کردم. اوکی، یعنی که اونی که به انگلیسی هم ترجمه کردی، همه رو توی سفارت تایید کردی؟ نه، فقط ترجمه کردی. فقط ترجمه رسمی انگلیسی. اوکی، و بعد واسه سفارت ایتالیایی. ولی خب راه کم خشترش این که از همون اول ایتالیایی ترجمه کنید. اگه مطمئنی فقط میخوای ایتالیا اپلای کنی. دقیقاً. آه اوکی. یعنی خود دانشگاه ایتالیایی قبول میکنه دیگه در نهایت. اوکی.
خب خیلی هم خوب. نکات مهم واسه مصاحبه چیا به ذهنتون میاد؟ به نظر من، یعنی برای من حداقل مهمترین مدرک برای اپلای کردن پروژتو دیری چرکه بود، ریسرچ پروژکت بود. یعنی شما یه پروژه رو پیشنهاد میدی از طرف خود به دانشگاه، میگی من حول این موضوع میخوام 3 سال تو دانشگاه شما ریسرچ کنم. درست. موضوع رو خودتون، موضوع رو من خودم انتخاب کردم. حالا ممکنه یه سری دانشکده ها، یه سری دانشگاه ها فیلداشون از قبل مشخص باشه. رشته من کاملا آزاد بود. من خودم میتونستم انتخاب کنم. ولی انتخابتون خیلی باید هوشمندانه باشه. همونطور که زهره گفتش، باید استادان رو بشناسید، ببینید تو چه فیلدی کار میکنن، تو چه فیلد علاقه دارن کار کنن. حول اون فیلد یکی دو تا موضوع انتخاب کنید، یکم راجبش سرچ کنید اول، ببینید که چی به دست میارین و بعد شما عموماً باید اون برنامه 3 سالتون بر اساس اون پروژه تو دیری چرکه باشه که مینویسید. یه استانداردی داره، حتما استانداردش رو باز توی سایت دانشکده‌شون چک کنن، چند کلمه است، چقدر تصویر داشته باشه. اینه تو همون بند نوشته؟ تو بنده چون عمومیه اومن نمیستم، اومن اینو تو سایت دانشکده می نویسم. من تو این بنده ننوشته که راجع به پروژه دیری چرکه چی باید باشه. برای من مؤثرترین چیز تو مسابقه پروژه دیری چرکه بود. یعنی 40 دقیقه از من مسابقه شد، شاید نیم ساعتش راجع به پروژه دیری چرکه بود. یعنی استادا میخوان ببینن که شما چه ویوی، چه دیدی نسبت به این 3 سالی که میخواین توی دانشگاه درس بخونید، ریسرچ کنید، دارید میخواین چیکار کنید، برنامه‌تون چیه. یک نکته خیلی مهمی که شما دارید یه پروپوزال میدید، شما دارید یه پیشنهاد میدید که میخواین چیکار کنید. خیلی هم نباید مطمئن باشید، نباید نتیجه قطعی بگیرید که من این تحقیق میکنم این نتیجه میرسه. یعنی شما این تحقیق میخواید بکنید به کمک دانشگاه، امیدوارید که احتمالاً به نتیجه A یا B یا C یا چیزی که نمیدونید میرسه، یا شاید اصلا نتیجه نرسه. یه کمی باید مبهم باشه. شما همین نظر دارید؟ خب من اگه بخوام یه چیزی با زهره اضافه کنم، الان یه چیزی یادم اومد که شاید جالب باشه برای بقیه بچه ها. من مسترم معرفت آثار تاریخی بود و الان دکترامو بیولوژی محیط زیست گرفتم. چرا؟ چون من میخواستم در خصوص بیولوژی این کالچورال هریتیج کار بکنم، یعنی اون آسیب‌های زیستی که در میراث فرهنگی است. خب من برای این موضوع اینجوری نیست که خیلی راحت بتونم دستم باز باشه و بتونم خیلی راحت استاد یا دانشگاه پیدا بکنم و همین روند خیلی مهم بود که بتونم مقاله ها رو پیدا بکنم و بر اساس مقاله ها استادایی که بیشتر شناس هستن رو پیدا بکنم و شروع کنم با استادا ارتباط گرفتن. حالا این من یه پروژه به حالا یه استاد پیدا کردم بر اساس مقالاتی که چک کردم، کتابایی که چک کردم و اومدم بهش یک موضوع پیشنهاد دادم، چون میدونستم که این استاد به چه موضوعاتی علاقه منده و چطور من میتونم موضوع رو به پروژه های اون مرتبط کنم. یه موضوع بهش پیشنهاد دادم و اون حالا یه مقدار به من کمک کرد که موضوع رو توسعه بدم. روز مصاحبه میتونم بگم که حداقل برای من و دپارتمان من و تجربه‌ای که من داشتم، مهمترین قسمت پروپوزال متدولوژی است، جایی که میتونه خیلی چالش برانگیز باشه و شما رو به چالش بکشه و مورد یک قسمت کریتیک انتقاد انتقادانه انتقادی باشه برای اساتیدی که چی شو برای استادایی که دارن اینترویو میکنن، چون بر اساس متدولوژی میتونن به این نتیجه برسن که چقدر شما روی این موضوع مطلع هستین. پس خیلی خیلی مهمه که بتونین اون متدولوژی کار رو خوب در بیارین که از کجا میخواین شروع کنین، چه سیستمی رو میخواین دنبال بکنین، چه متدی رو میخواین دنبال بکنین و چطور میخواین به نتیجه برسین. این به نظر من مهمترین و اصلی ترین قسمت پروپوزال هست و روز اینترویو میتونه این نقطه قوت کار پرزنتیشن شما باشه یا نقطه ضعف کار شما باشه. من راجع به رشته معماری چیز بگم، راجع به ریسرچ پروژکت. بچه‌ای که از ایران میان یک منتالیتی یک کوچولو غلطشون هست، این که خب میگه من دارم میام ایتالیا، خب پس حتما یک پروژه راجع به ایتالیا مثلا بهشون بدم، یه ریسرچ پروژکت راجع به مثلا یک منطقه خاص از تاریخ مثلا معماری ایتالیا بدم، در حالی که اونا دانشجوی ایرانی میگیرن تا یه پروژه‌ای که شما از کشور خودت داری میاری و به دانش دانشگاه اضافه بکنی و دارن میگیرنت. یعنی در واقع توقعشون اینه، توقعشون نیست که مثلا راجع به مغولستان یا چین یا ایتالیا
ریسرچ بدین. هدف گرفتن یک ایرانی عموماً اینه که شما چیز از ایران واسهشون بیارید. از کجا حالا بفهمیم که کدوم دانشگاه اصلا رشته ما رو داره؟ چه جوری میشه این کارو کرد؟ از کجا بفهمیم؟ آیا سایتی هست که بشه توش گشت، مثلا فیلتر گذاشت، مثلا برای دانشجوی لیسانس و ارشد خب اونیورسیتاری هست، توش سرچ میکنن، از کجا بفهمیم که این آیا سایتی وجود داره؟ دکتر یه مقدار پیچیده تر از حالا کارشناسی یا ارشده، چون شما بر صرفا دپارتمان یا اسم رشته یا دپارتمان کمکتون نمیکنه. شما دارین بر اساس پروژه جلو میرین. من همونطور که گفتم مستر مرمت و حالا دانشکده هنر بودم و برای دکترا اومدم دپارتمان ساینس علوم. خب چطور این اتفاق میفته؟ چون این بر اساس پروژه هست. پروژه خیلی مهمه که شما توی اون دانشگاه پروژه هایی رو پیدا بکنید که نزدیک هست به ریسرچ پروژکت شما و اینکه استادی رو پیدا بکنید که حالا برای اون سال تحصیلی آزاد هست، میتونه دانشجو بگیره و متقاعدش بکنید که شما رو جذب تیمش بکنه، شما رو بگیره. خب این یه مقدار دست رو میبنده. همونجور که قبلش گفتم، شاید نگاه کردن به مقالاتی که مرتبط هست به پروژه های شما بتونه کمک بکنه که بتونید استادایی که نزدیک هستن رو پیدا بکنید. من خودم از همین روند جلو رفتم و نتیجه گرفتم. یکی دیگه از راهاش هم همونجور که گفتم باز دوباره اینه که توی دانشگاه ها دونه دونه چک بشه، دپارتمان ها چک بشه، پروژه های استاد، چون معمولا توی سایت دانشگاه سی وی استادا هست، مقالاتشون هست، اسم مقاله ها رو سرچ بکنین، استادا رو سرچ بکنین، ببینین تو چه زمینه‌ای کار میکنن، تو چه زمینه‌های علاقمند هستن و شروع کنین به ایمیل زدن. حالا اون وبسایتی هم که گفتین، آره یه وبسایتی هم هست که توش میشه دنبال اون رشته هایی که مثلا میخوایم میتونید بگردید، اونو براتون توی دیسکریپشن باز میذاریم که باز اونم میشه کمک کننده باشه. پس در واقع شما بعد اول دانشگاهی که میخواین انتخاب کنید، که یعنی این پیدا کردن خود اون دانشگاهی که رشته شما رو داره پس کار آسونی نیست، یعنی باش وقت بذارین به این دونه بگردین. شما همین کارو کردین درسته؟ آره. راهی که زهره میگی از مقالات استادا رو بکشی بیرون و بعد دانشگاه رو پیدا کنین، خب این کارم راهه. چون مثلا رشته‌ای که تو خوندی، خب تو مشهد معماریه، معماری تو ایتالیا یه رشته خیلی کمون است دیگه. آره. یعنی خیلی رایجه. آره. ولی مثلا کسی که میخواد چه میدونم یه رشته بخونه که حالا خیلی هم رایجه، مثلا از من خیلی باستان شناسی باز حالا فکر کنم تو رایج باشه اینجا به خاطر قدیمی بودن و به خاطر هیستوریکال بودن کلن فضای روم و ایتالیا. ولی کسی که خب تو مثلا میتونید یعنی امکان پیدا کردن دکترای رشته تو خیلی ممکنه نسبت به کسی که رشتهش رایج نباشه سخت تر باشه، درسته؟ من خودم مثال زدم. آره. دقیقاً برای من خیلی سخت بود. خب یه سوال دیگه این که آیا آزمون ورودی داره؟ برای دانشجو خارجی دانشگاه ما آزمون ورودی نداره. یعنی کسی که داره خارج از ایتالیا اقدام میکنه، کسی که مدرک قبلیشو خارج از ایتالیا گرفته مصاحبه آنلاین داشت برای رشته من، این مصاحبه داشت که من درخواست مصاحبه آنلاین دادم. پس آزمون برای کسی که مسترشو تو ایتالیا خونده داره، یعنی در واقع اون کتبیه رو آزمون کتبی داشت داره. تا زمانی که من اقدام کردم من پروسمو کوتاه میگم، من مدارکم فرستادم، بعد یه ماه خورده نتایج اومد، اسم 10 نفر رو توی یک رنکینگ نوشتن از 1 مثلا تا 10 که به عنوان مثال 6 تا اول قبولی‌ها بودن، 4 تا مثلا آخر کسی بودن که مثلا با امتیاز کم رد شده بودن و به هر کدوم امتیاز داده بودن 100 اگه درست بگم، یا از 10 مثلا 8 از 10 9 از 10 7 از 10 6 از 10 یا یادم نیست، یا مثلا 50 60 8 و تاریخ زده بود زیر اون برگه که مثلا 2 هفته دیگه یا 3 هفته دیگه از شما آزمون در واقع مصاحبه از شما میگیریم، اسمش مصاحبه بود ولی برای من تقریبا یه آزمون شفاهی بود، یعنی قشنگ سوال میپرسیدن ازم و من رو چالش میکشیدن. سوال راجع به چی بود خیلی متفاوت میتونه باشه، چون بسته باز به اون استاده که اونجا هستن. سوالی که از من پرسیدن شاید 90% راجع به اون ریسرچ پروژکتی بود که ارائه داده بودم به دانشگاه، خب میگن که اون چقدر مهمه. درست. و اون هیئتی که از من مصاحبه میگرفت تک تکشون اون ریسرچ پروژکت رو پرینت جلوشون داشتن و هر کدوم ورق می‌زدن و از اون سوال می‌پرسیدن. سلام و احوالپرسی خاصی نبود، گفتن سلام صدا داری، گفتم بله، شکم به سوال کردم. ورق می‌زدن و
عموما سوالی از من میپرسیدن که منو به چالش بکشم اینا، آیا اینو من خودم انجام دادم یا کس دیگه مثلا. مثلا این تصویر چه ربطی به این جمله که داری نوشتی یا مثلا یا از کجا گرفتیش؟ یه سوالات جنرال خیلی کلی و یه سوالات خیلی تخصصی دقیق. و شما حتما باید همه رو بتونید جواب بدید. چون مقاله نیست، این یه پروپوزاله. یعنی یه تصوری از یه کاری که قرار انجام بدی شما دارین میدی. من یادم همین پارسال مثلا توی این هیئت من بودم اتفاقی و یه آقای انقدر دقیق و خوب و کامل جواب میداد، اون یکی از استادا گفت تو که خب میدونی که نتیجهش چی میشه دیگه، اینجا میخوای چیکار کنی با ما؟ یعنی تو که از الان جوابشو داری، ما چه کمکی میتونیم بهت بکنیم؟ تو دیگه خود بلدی دیگه، بلدی همشو دیگه، ما چه کمکی میتونیم، چی بهت میتونیم اضافه کنیم؟ یعنی شما باید تا نهایت تلاش رو بکنید، چیزی ایده که دارید و ایده‌ای که دارید رو بنویسید، ولی نتیجه قطعی قاعدتاً که خب نباید تو پروپوزالتون باشه. مثلا تو هم همین، یعنی تقریبا همین جوری بود. برای من یکم متفاوت بود به خاطر اینکه ما باید پرزنت می‌کردیم پروپوزالمون رو. یه پاورپوینت 20 دقیقه زبان داشتیم، در مورد پروژه‌مون صحبت می‌کردیم و بعد از اون شروع کردم به سوال پرسیدن. و حالا بین بعد از اینکه سوالا در مورد پروژه بود، همونطور که گفتم متدولوژی کار خیلی مهمه. و نتایجی که تو انتظار داری، اون فرضیه‌ای که توی ذهنت هست، یکی از سوالایی که پرسیدن این و فکر می‌کنم خیلی عمومی هست و معمولا می‌پرسن اینه که چرا این دانشگاه رو انتخاب کردی، چرا این دپارتمان رو انتخاب کردی. به خاطر همین همیشه باید یه سری ذهنیت داشته باشن در مورد اینکه چرا این دانشگاه. مثلا اگر دانشگاه لابراتوار خاصی داره، آزمایشگاه خاصی داره، امکانات خاصی داره که میتونه کمک بکنه، درست، یا حالا سابقه پژوهش توی اون زمینه رو داره، پروژه‌های مشابهی داره، اینا میتونه یک جوابایی باشه که متقاعد کنه اونا رو که شما بر اساس دانش اون دانشگاه رو انتخاب کردید، نه صرفاً بر اساس سرچ گوگل. درست. یعنی ببخشید، بدترین جوابی که میتونه یکی بده برای اینکه چرا دانشگاه ما رو انتخاب کردی، اینکه بگی مثلا من عاشق شهر رومم یا مثلا عاشق چشم ابرو شومم، یا اینکه بگی مثلا ایران مثلا خوب نیست یا دانشگاه ایران به درد نمیخوره. نه، این چه نکات مهمه ها. اینا آره، اینا خیلی جوابای بدیه. یعنی شما باید به عنوان متخصص باید جواب بدید، دقیق باید بزنید به یک هدف مشخص. یعنی یه چیزی رو سرچ کرده باشی، مطالعه کرده باشی، من برای این موضوع و این مقاله یا این مثلا همایشی که شما فلان سال شرکت کردید و مثلا ارائه کردید، من شرکت کردم یا دیدم یا خوندم و دیدم که چقدر مثلا شبیه کاری که من میخواستم انجام بدم و برای اون انجام کردم. درست. خب حالا اینکه چه جوری بفهمیم مثلا کدوم دانشگاه بهترن، همون بازم بریم سرچ کنیم، یعنی بریم سایتی وجود داره که بریم توش سرچ بکنیم بعد ببینیم کدوم دانشگاه بهتره. این وبسایت رنکینگ جهانی دانشگاه هست. آره، شما فکر می‌کنم لینکش اگه بذاری. آره. اوکی، لینکشو می‌ذارم حتما. یه چیزی که زهره قبلاش صحبت می‌کردیم بود که نکته‌ای که مهم بود این بود که رنگ دانشگاه یه چیزه خیلی مهم نیست. رنگ رشته و دپارتمان شما خیلی مهمه. چون که رنگ رو حالا یه توضیح راجع به رنگ بدم، مثلا دانشگاه ساپینزا میگن رنگ بالایی داره. این رنگ فقط از نظر علمی نیست. یعنی این رنگ میاد خیلی چیزا رو در بر میگیره. اینکه حالا اون سالن تعداد دانشجو، بزرگی دانشگاه، قدیم بودن یا جدید بودنش، نمیدونم منسایی که توش سالن همون سلف غذاخوریش، هزار تا چیز مختلف داره. واسه همین فقط از نظر علمی سنجیده نمیشه. واسه همین بهتره که به نظرم بریم و دونه دونه رشته ها رو جداگونه نگاه کنیم، کاری که من خودم کردم. اضافه کنم صرفا اینی که رنگ دانشگاه بالا باشه تضمین موفقیت بعد از فارغ التحصیل شما نیست. اینی که شما وارد گروه تحقیقاتی بشین، با استادی کار بکنین که اون استاد تو اون زمینه موفق هست و کمک بکنه به شما که شما بتونین خروجی‌های بهتری داشته باشین تو دوره 3 ساله پی‌اچ‌دی، و همینی که بتونه به شما کمک بکنه توی پروژه‌های بعد از پی‌اچ‌دی. یعنی اون دانشگاه انقدر حالا از لحاظ پروژه‌ای قوی باشه که بتونه پروژه، مثلا یکی از آیتم‌های خوب دپارتمان ما این هست که پروژه‌های خیلی زیادی دارن و این میتونه یک تضمینی باشه برای اینکه موقعی که شما درستون تموم شد بتونین چند سال اونجا تو همون دانشگاه به عنوان پست‌داک بمونین. به خاطر همین آقا پارازیت نفرست. من با دوربین سوال گفتی چی تشنمه؟ داره شب میشه. به خاطر همین خیلی مهمه این مسئله، بیشتر از رنکینگ این مهمه که شما دارین وارد کدوم بخش تحقیقاتی میشین، گروه تحقیقاتی میشین. خب خیلی تو پرانتز کوتاه بگم، من دانشجو دانشگاه رومتره هم
ولی یکی از استاد اصلیم استاد دانشگاه ساپینس. یعنی شما حتی میتونید استاد که توتور کارتون هستش از یک دانشگاه دیگه انتخاب کنید. وقت سفارت چه جوری بود زمان شما؟ یعنی وقتی که دیگه مدرک آماده میشد؟ وقتی اپلای دانشگاهتون اومد، نه قبلش، یعنی اپلای دانشگاهتون باید برسه. دانشگاه به شما نامه پذیرش به شما میده، اون رو اتچ میکنید، ایمیل میزنید مستقیم به سفارت. اون موقع از طریق شرکت چیزی دیگه نبود، مثلا یه سیستم وقتگیری بود، ولی دانشجو پی اچ دی از اون سیستم تبعیت نمی‌کرد. و اینکه گردش حساب به هر حال اون تمکن مالی رو باید داشته باشین، چون اینو از من خیلی پرسیدین که آیا چون که خب دکترا به شما در واقع پول مثل کار میمونه دیگه، بهتون داره پول پرداخت می‌کنه ماهانه، خب آیا من باید گردش حساب و تمکن مالی رو بازم نشون بدم به سفارت، من که دارم میرم اونجا و انگار مثل یه کارمندم؟ و جواب اینه که بله، شما باید گردش حساب رو نشون بدید. من حالا نمیدونم چه میزان این دقیق باشه، ولی چیزی که من میدونم این هست که گردش مالی صرفا برای اینی که شما میتونید هزینه‌هاتون رو ساپورت بکنید توی حالا اون کشور مقصد، برای این نیست. برای اینم هست که نشون بده شما توی اون کشور خودتون به هر حال درآمد دارین، کاروبار دارین، زندگی دارین، و این میتونه یک گواهی باشه، تضمین باشه برای اینکه شما برمیگردین به کشور خودتون. چون شما به هر حال وقتی از کشور خارج میشین توی سفارت باید بگین که برمیگردین به کشورتون. بعد ما متقاعد برای ویزای تحصیلی همیشه همینطوره همه کشورها. آره. و حالا این گردش مالی نشون دهنده این هست که شما بیکار نیستین تو کشور خودتون و حالا یه تضمینه. راجع به بورس صحبت شد، من این افته بگم تا این جلومه بورسه، مثلا دانشگاه روماتره برای همه رشته ها پی اچ دی سالی 15343 یورو امسال افزایش پیدا کرده و از آگوست بالا میره. بله، یعنی ماهانه چقدر میشه 15000 رو؟ بدون تکس میشه حدود ماهی مثلا 1100 مثلا خورده. چند درصد تکس کم میکنه میدونی؟ با تکس تکس ازش کم میکنن، خالصش میشه 1100 خورده که آره. فرق میکنه دانشگاه با دانشگاه، یعنی رشته با رشته. دانشگاه با دانشگاه فرق میکنه، رشته با رشته نه، چون یعنی الان شما دو تا یه جور گرفتید پول. خوشبختانه و ممکنه که فکر میکنم فلورانس هم همینه. اوکی، به هر حال از این کمتر من ندیدم تا حالا. اوکی، یعنی دیدم مثلا یکم بیشتر بوده، 16 تا 17 تا بوده بیشتر، کمتر از این من ندیدم. ما دیگه کفش. و اینکه خب این قضیه پیش میاد که پرسیدن که ما خب تا زمانی که بیایم آیا زود بهمون این پولو میدن، یا اینکه مثلا ممکن طول بکشه، چه میزان پولی با خودمون بیاریم؟ به من زود پولو دادن بچه‌ها، من هیچ به من ندادن. سه ماه باور میکنی؟ سه ماه کامل ناله میکرد زهره. حالا توضیح میدم توی خیلی جالبه که ما یک دانشگاه هستیم و مسلما یک سیستمه. من ایتالیایی درس میخونم، چون انگلیسی درس میخونم. توی دپارتمان ما کلن به این صورت بوده، نه صرفا سالی که من اومدم، سال قبل از من و سال بعد از من همینطور بود که ما تا 3 ماه حقوق نداشتیم و اولین حقوق رو آخر ژانویه گرفتیم. یعنی ما ورودی نوامبر بودیم و آخر ژانویه اولین حقوق رو گرفتیم که مجموع 3 ماه بود. همه این ناراحتی رو میگه، بعد همه رو یه جا بهش دادن وانمود میکنه مثلا 3 ماه پولش رو خوردن، از قبل نگفتن. بعد خب مثلا ممکن بود که آدم به هر حال حساب میکنه که چقدر با خودش پول بیاره. از 3-4 ماه دیگه حداقل باید با خودش پول بیاره دیگه. اینا شما بهتر میدونید. بله، توی اینستاگرام من قسمت هایلایت روزای اول گفتم بهتون که این ربطی نداره که شما دکتر هستین یا چی هستین، چون خرج و مخارج به هر حال برای همه آدما تو روم یکیه تقریبا. نمیشم که چقدر حدودا میتونی با خودتون، حالا بهتره که با خودتون پول بیاره، اون مینیمم گفتم حتما اون هایلایت رو نگاه بکنید. راجع به بورس ماری کوری پرسیدن، چه بورسیه اون؟ زهره میدونه. اتحادیه اروپا یه بورسیه در نظر گرفته برای دانشجوهای دکترا و پستاک، یعنی هم اسکالرشیپ پی اچ دی هم فلوشیپ میدن که تقریبا همه زمینه ها رو در نظر میگیره و هزینه های تحصیل، زندگی و تمام هزینه های مرتبط با تحصیل رو پرداخت میکنه. ولی خب ماری کوری یه مقدار سخت دریافت کردنش و باید یه رزومه خوب و قوی و یه پروپوزال
واقعا قابل توجه داشت که بشه اونو گرفت. پس کم سخت سر از شرایط. خیلی راحت نیست داره. اوکی. یه چیزم بگم. مثلا میپرسن پذیرش سخته چه جوریه؟ توی رشته من دارم میگم، مثلا میپرسن آیا کار مهمه؟ مثلا من 2 سال فلان شرکت کار کردم، 3 سال فلان، 10 سال فلان شرکت کار کردم. تو رشته ما اصلا مهم نیست که شما 50 سال توی شرکت کار کرده باشی. شما باید چی بلدی؟ نه نه نه. شما باید اکسپریانس ریسرچ داشته باشی. ریسرچ داشته باشی برای دکتر. تو دانشگاه چه فعالیتی کردی؟ چه فعالیت آکادمیکی کردی؟ اوکی. تو فلان شرکت 3 سال بیمه دارم یا این پوزیشن داشتم، اصلا مهم نیست. حتی میتونه یه امتیاز منفی باشه. حتی جایی میتونه امتیاز منفی باشه. یعنی اگه اون باگ تحصیلیتون رو می‌خواید پر کنید، آره. میتونی بگی من به خاطر که مثلا زندگی اون بگذرونم این شرکت این کارو میکردم، اوکی. ولی اینکه فکر کن اون امتیاز مثبتی داره که مثلا 4 سال شما این رندر رو زدید، یعنی این طراحی دیگه، رندر و طراحی دیگه واسه پی اچ دی تمومه. یعنی رندر طراحی واسه ارشده، درسته. پی اچ دی ریسرچ. یعنی شما اگه اسیست پروفسوری بودید خوبه، اگه دانشگاه فعالیت داشتید، مقاله کردید، اکتیویتی کردید دانشگاه خوبه. اگه نه دنبال این که برید پورتفولیوی درست کنید که رندرهای خیلی خفنی بذارید توش، دیگه جواب نمیده تو بیشتی. اوکی. و یه سوال دیگه این که حقوق بعد از اینکه حالا شما درستون تموم میشه، یعنی بهتره که اول اینو بگیم. خب شما درستون تموم میشه، درسته؟ بعد از اینکه تموم میشه شما پرمیسوی جستجوی کار میگیرین، درسته؟ میخوایم بریم سراغ بیکاری؟ آره، سراغ بیکاری. و اینکه خب خیلی ازم پرسیدین که یه ذره مسئله اقامتی شد، چون گفتین که 5 سال دکترا بخونیم بعد میتونیم اقامت بگیم. اون اصلا یه بحث اقامتی که راجبش آخر من توضیح میدم. فقط این که حقوق بیکاری رو خب شما چون برش اقدام کردی، میخواستم که بعد از این که خب تموم شد درستون راجب حقوق بیکاری اگر که توضیح بدین. دوستان من تکذیب میکنم، حقوق بیکاری اقدام نکردم، یه قرار حقوق بیکاری نگرفتم. نه شما نه، ایشون نه، شوخی دارم میکنم. آره. نه تا خوبه که دوتا شرط متفاوت. من برای حقوق بیکاری اقدام نکردم، برای اینکه من نیاز داشتم که در واقع تکس بدم این مدت رو و ترجیح دادم حقوق بیکاری رو نگیرم برم سر کار. و حقوق بیکاری هم خب شاملم نمیشد دیگه. این شما از وقتی که شما کار کنید یه حقوق بیکاری به تعلق نمیگیره. حالا حقوق بیکاری کامل زهره با جزئیات میتونه بگه. حقوق بیکاری در به مدت 6 ماه دورش، حالا مقدارشون که چطوری دریافت می‌کنی زهره دقیق من درسم که تموم شد. یعنی خب ما یه توی پی اچ دی یه بازه‌ای هست که شما دیگه دوره‌ای که اسکالرشیپ دریافت می‌کنین تموم میشه، درست. و بعد از اون به این معنی نیست که شما درستون تموم شده و فارغ التحصیل شدین. یک بازه‌ای هست که شما باید در نظر می‌گیرن برای تا زمانی که بتونید دفاع بکنید. خب توی این بازه عملا من نمیتونستم قرارداد ببندم. من پوزیشن داشتم توی دپارتمانمون توی همون لبی که کار میکردم، ولی چون فارغ التحصیل نشده بودم، یعنی فاینال دیسکاشنم رو انجام نداده بودم، دفاع نهایی رو انجام نداده بودم، نمیتونستم قرارداد ببندم چون رسماً فارغ التحصیل محسوب نمیشدم. به خاطر همین نمیتونستم قرارداد ببندم و حالا این 2 ماهی که منتظر بودم تا فاینال دیسکاشن انجام بدم و بتونم قرارداد ببندم حقوق بیکاری اقدام کردم. حقوق بیکاری هم همونجور که سجاد گفت 6 ماهه، 3 ماه اول 80% از حقوق هست و 3 ماه بعد به صورت نزولی یه مقدار کم میشه. مثلا ماه اول فکر میکنم 7% کم میشه و همینطور میره پایین توی 3 ماه دوم. و اینکه باید اگر میخواین همون ماهی که بعد از تموم شدن حقوقتون اقدام بکنید، باید توی 8 روز اول اقدام بکنید. یعنی اگر شما به فرض آخر اپریل آخرین حقوقتون رو میگیرین، اپریل آخرین حقوقتون رو گرفتین، می حقوق بیکاری رو دریافت بکنین، باید حتما توی 8 روز اول ماه اقدام بکنیم و الا بعد از اون میفته برای ماه بعدترش. و حالا یک پروسه‌ای داره که همونجا توی ایمس اپلای میکنیم و بقیه راهکار رو خودش داره. آره. که دیگه خیلی دیتیل میشه و توی خود ایمس هست و پروسه سختی نیست. اوکی. و بعد از اینکه شما در واقع درستون تموم شد اقامت جستجوی کار گرفتین، یعنی دکترا رو خوندی. حالا یه توضیح من این وسط بدم حتما بهتون. خیلی پرسیدین که خب مثلا ما دکترا میخونیم بعد میتونیم بعد از 5 سال اقامت دائم بگیریم. شما اقامت چه دکترا بخونید، لیسانس بخونید یا ارشد بخونید، بعد از تموم شدن درستون
اولین کاری که باید بکنید اینه که اقامت جستجوی کار میگیرین، اتزادی اوکوپاسیونه، و بعد توی اون مدت حالا یا کار پیدا میکنید یا اینکه خودتون حالا یه خوداشتغالی انجام میدین، پارتیتایی وا میکنید و از طریق اون اقامتتون به کاری تبدیل میشه. پس این پسادجو چی میشه، این مرحله باید طی بشه، یعنی بعد از خوندن درستون چه دکترا خونین چه هر مقطعی باید به هر حال این قضیه طی بشه و بعدش برای اقامت دائم درخواست کنید. اقامت دائم 5 سال بعد اینجا باشین، سال آخر باید حقوق داشته باشین. بنابراین ربطی به این نداره که شما دکترا خوندین یا حالا هر مقطع دیگه، ولی خب اگر که توی قانون فلوسی باشه باز اون، اینم یه بحث اقامتی که من خیلی تورنش نمی کنم، یه ویدیو حتما راجبش درست میکنیم که همون وسط درستون هم قبل از که درس تموم بشه میتونید اقامتتون رو با قرارداد کاری مناسب عوض کنید که حالا اون که بحث دیگه. حالا یه پیشنهادی اگر داریم واسه کسی که الان ایرانه، دو تا پیشنهاد، یکی واسه کسی که الان داره درسش رو میخونه و هنوز ارشدش تموم نشده، چه کارهایی تو این مدت بکنه به نظرتون به روزی که حالا زبان بخونه و اینا؟ به نظر من مهمترین چیز اینه که بتونه اون رزومه تحقیقاتی خودش رو تقویت بکنه، چون خیلی مهمه برای متقاعد کردن استادا. و کم کم در این هی دانشگاه ها و استادایی که میتونن اون پتانسیل رو دارن که بتونن توی برش اپلای بکنن اونا رو مشخص کنن. من همیشه میگم که یه فایل اکسل درست بکنن با ددلاین ها، با حالا مدارکی که دانشگاه نیاز داره، و اینجوری میتونن یک ذهنیت داشته باشن و شروع کنن پله پله اقدام کردن. ولی به نظر من مهمترین چیز همون فیلد تحقیقاتی رو تقویت بکنن. شما چه پیشنهادی داری به کسی که؟ من تجربه خودم میگم، خب وقتی که میخواستم واسه پیشتی اپلای کنم تو این گروه های تلگرامی پیشتی بچه ها میرفتم، مثلا میدم رزومه هاشون بچه ها گذاشتن 3 سال مثلا نمیدونم درس دادن در دانشگاه تهران، 2 سال نمیدونم اسیست فلان استاد در دانشگاه شهید بهشتی. من نگاه میکنم گفتم من کجای کارم، اصلا نمیتونم چونم هیچ رقابتی نیست. مقالاتی هم که خب داشتم 4-5 تا مقاله به عملی بود، ولی اینقدر لیست مقالاتشون کامل بود اصلا به خودم شانسی نمیدیدم. من توصیه‌ام این که اصلا ناامید نشید، یعنی اگه مقالاتون کمتره شما اون مصاحبتون کامل میتونه همه چیز رو عوض کنه، یعنی میتونید کمترین نمره رو آورده باشید، شما فقط خودتون سعی کنید به مصاحبه برسونید، بعد از مصاحبه میتونید همه چی رو عوض کنید. و اینکه من مثلا یادمه با 3-4 نفر که رقابت میکرد، من با یه نفر خارجی دیگه رقابت میکردم، اون یه نفر خارجی دیگه استاد دانشگاه پلی‌تکنیک مثلا توکیو بود. نه بابا، من اصلا بخوام گفتم من چرا مثلا بعد من هنوزم میگم برای چی اینجا، اون بعد بخلا کجاست میدونی. ولی آره ناامید نشید، به جنگی مثلا تلاش و ریلکس باشید، خودتون باشید، مثلا تو مصاحبه خیلی فشار نرید به خودتون، استرس ندید، زیادی فرمال نباشید، زیادی به خودتون عذاب ندید، راحت باشید، ریلکس باشید. این تو همه چی جواب میده، تو مصاحبه کاری هم همینه. آره. یعنی مصاحبه خیلی بخش مهمیه، حتی توی کار میبینین که یه آدمیه که 10 سال مثلا داره کار میکنه با شما که قرار مثلا 1 سال تجربه کاری دارین، قراره که دوتاتون یه مصاحبه انجام بدین ولی شما ممکنه قبول بشید و اون قبول نشه. تلاش چیزی که زهره گفت این بود که مثلا میگه تو از توی CV استاد چیزی ببینید، تلاش مؤثر کنید برای رسیدن به هدفتون. صرفا این که بدو این دنبال چیزی جواب نمیده، یعنی این استاد از این خوشش میاد یا این سه تا استاد رو من مثلا انتخاب میکنم، برای این سه تا تلاش کنید، تحقیق کنید، ببینید چی خوندن، چی کار میکنن، چی درس میدن، ایمیل بزنید، زیاد ایمیل بزنید، خجالت نکشید. یعنی یه مشکلی که خیلی از مادریم این که من هفته پیش ایمیل زدم الان دوباره بزنم زشت نیست. یه چیز دیگه نمیرم تو بلک لیستش. بلک لیست چیه؟ 10 بار ایمیل بزنید. من استاد خودم شده به من گفته که سجاد یه ایرانی هست 17 رو من ایمیل زده، برو ببین چیه، این چی میگه. بعد اتفاقا رفتیم مثلا ایمیلشو باز کردیم، مثلا از من پرسیده این دانشگاه شهید بهشتی خوبه؟ گفتم مثلا آره دانشگاه خوبیه، همونو گرفته. من یعنی همون که من مثلا گفتم دانشگاه شهید بهشتی 17 بار ایمیل زده گیر داده و مثلا 3 ماه ایمیل زده، همونو مثلا گرفتم. و جواب این پیگیر بودن. اضافه کنم که مهمترین چیز به نظر من ارتباطات. من خیلی برام اتفاق افتاد که از یه کشور شروع کردم و کل دنیا رو بر اساس همین ارتباطات دور زدم. مثلا به یه استاد ایمیل زدم، رزومه منو دوست داشت یا حالا، ولی به حالا دلایلی که مثلا حالا بازنشست شده بود، نزدیک به بازنشستگیش بود، یا نمیتونست اون سال دانشجو بگیره یا بورس نداشت،
منو معرفی کرد به یه استاد دیگه و اون استاد همینطور مثلا من یه بار رزومم از یه دانشگاه تو پنسیلوانیا رفت یه دانشگاه توی نیویورک، از دانشگاه توی نیویورک رفت پاریس. یعنی میچرخه قشنگ رزومه شما بین استادای مختلف میچرخه و این استادا میتونن معرفیتون بکنن به یه استاد دیگه. مثلا خودش تو این زمینه کار نمیکنه ولی به شما پیشنهاد میده که به اون استاد ایمیل بزنین، یا خودش از طرف شما بهش ایمیل میزنه و این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. یا بعضی موقع ها استادا این لطفو میکنن، پروپوزال شما رو میخونن و به شما ایده میدن یا کمکتون میکنن که بهبود بدین. مثلا میگن که روی متدولوژیش کار بکن، یا روی اون قسمت هدفت یه مقدار نامفهومه، یا خودشون بهت ایده میدن که مثلا این موضوع دیگه خیلی باب نیست، الان روی کرد به این سمته. و این حتی اگر اون استاد شما رو قبول نکنه کمکتون میکنه که بتونید پروپوزالتون رو بهبود بدید، تقویتش کنید. به خاطر همین نترسین از ایمیل زدن. و شما پیشنهاد میدین کسی که داره از ایران میاد ارشد مجدد بخونه یا دکترا بخونه؟ شخصیه؟ نه شخصی نیست. من خودم تو این دورهایی قرار گرفتم. حالا من به خاطر سربازی مجبور شدم پی اچ دی بخونم. البته انتخابم بود که پی اچ دی بخونم، خود چون بورس داره، چون موقعیت اجتماعی بهتری داره بعدش. ولی بستگی به این، شما وقتی پی اچ دی میخونید شما دیگه معمار نیستی، تو رشته خودم دارم میگم، شما ریسرچری، شما محققی، شما قبل از اینکه دیگه معمار باشید محقق. یعنی شما باید تو این دوراهی ادامه معماری یا محقق بودن در زمین معماری باید یک انتخاب کنید. شما شاید دیگه 3 سال دیگه شما اسکیس نزنید، 3 سال شاید دیگه طراحی نکنید، فقط باید تحقیق کنید، بخونید، بنویسید، بیشتر بنویسید. یعنی حتی تو دوره پی اچ دی دیگه زمان خیلی خوندن نیست، زمان درس خوندن نیست، زمان یه درس پس دادنه. شما باید چیزی که خوندین و حالا باید شروع کنید به نوشتن و تولید علم. حالا دیگه ضعیف باشه یکی دیگه، حالا داستانش سخت‌تر میشه، کارش سخت‌تر میشه. یه چیزی اضافه میتونم بکنم؟ حتما. چون یادم میره. ببینید، برای SOP نوشتن، برای انگیزه نامه نوشتن، برای نمیدونم ریسرچ پروژکت نوشتن، برای مقاله نوشتن، برای تمام اینا نسخه کامل و جامع و یک دونه ای واسه همه وجود نداره. شما اصلا نمیتونید برید یه مؤسسه ای به پیش استادی بشه که بگی من خواهم پی اچ دی اپلای کنم این رشته و بگی خب مثلا این بهتری مثلا پروپوزال ریسرچه که میتونید برید، مثلا امکان نداره. به نظرم بعد شما 30% 40% وقتتون رو صرف مطالعه راجع به چیزایی که قرار بنویسید اول بکنید، یعنی استراتژیشو بنویسید، بعد حول اون استراتژی بعد SOP تون رو بنویسید. کسی بهتر از شما رو نمیشناسه، برای همون نمیتونه کسی دیگه به جای شما SOP بنویسه، چون شما هستید که کوالیتی خودتون رو میشناسید، شما هستید که دانشگاه هدفتون رو انتخاب کردید و میدونید که استاده چی میخواد و چی خوشش میاد و شما بنویسید. میتونید راجبه ببخشید گلوم خوش داره به آب ندارم، میتونید راجبه میتونید واقعا حشه هم داره تازه میتونید مثلا راجبه این که مثلا انگلیسیشو بهتر کنید یا ایتالیاییشو بهتر کنید از کسی کمک بگیرید یا از تجربیات بقیه استفاده کنید، بخوین مال بقیه رو، ولی اصلا کپی نکنید. یعنی اگه یه چیز جنرال باشه مخصوصا تو پی اچ دی اصلا فایده نداره، اصلا فایده نداره. و اینکه من دوستاشم اینو بگم، مثلا اگه یه مؤسسه میگه آقا ما با این دانشگاه ارتباط داریم، اصلا هیچ مؤسسه هیچ ارتباطی با هیچ دانشگاهی در حداقل برای گرفتن پی اچ دی وجود نداره، بندو برای شما در واقع نوشته میشه برای شما که دانشجو هستید، نه برای وکیلا. تو بندو نوشته این بندو برای وکلا نوشته شده است تا به دانشجوها مثلا برسد، بندو مستقیم برای دانشجو. شما باید بندو رو بخونید، شما هم باید مدارکتون بفرستید. حالا اگه میخواید کمک بگیرید مشاوره بگیرید، مثلا بچه‌ها مثلا آیدا و فراز مشاوره بگیرید، ببینید که بچه‌ها این پروسه‌ای که باید خودتون طی بکنید. ولی بعد خودتون طی بکنید. توی مشاورم دقیقاً من به بچه‌ها میگم که من کمکتون میکنم که راه درست انتخاب کنید. حالا چه تو مسائل اقامتی چه تو چیزای دیگه. ولی واقعاً این که فکر کنید که اون کسی که اونم توی ایران، یعنی فکر کنید که یک آدمی توی ایران هست، مؤسسه ها یک عالم پول میگیرن که براتون مثلا همین پیش رو اقدام کنن، که در واقع چیزی که اصلا بستگی به خودتون داره. یعنی خیلی راحت سیستم اپلای هم واقعا سیستم پیچیده‌ای نیست، یه پلتفرمه، شما
اسمتون رو می نویسیم، اطلاعات شخصیتون رو می نویسیم و فایلاتون رو آپلود می کنیم. کاریه که توی 5 دقیقه انجام میشه، یعنی چیزی نیست که کسی بخواد برای شما انجام بده. اگر شما پروسه رو به درستی بدونین، یعنی مشاوره بگیرین و به درستی بدونین که باید چه مدارکی آماده بکنید و چجور باید آمادش بکنید، کاریه که در نهایت باید خودتون انجام بدین و میتونین خیلی راحت و به بهترین شکل بهتر از مؤسسات انجامش بدید. من نکته خیلی مهم یه داری یادم میاد. حتما وقت تمومه. نه این خیلی مهمه، گوش نکنید به زور میخواد شما قبول نشید. یکی از مهمترین چیزه دیگه recommendation letter، یعنی نامه معرفی از استاده. خب شما اگه مثلا از استاد مثلا درس چه میدونم طراحیتون نامه میگیرید خوبه، خب ولی فکر نکنید این الان جا به جا میکنه رنکتون یا جایگاهتون رو. شما باید از استادی بگیرید recommendation letter که اگه تو گوگل اسمشو سرچ کنید یه چیزی ازش بیاد. یعنی اگه اون استادتون تو دانشگاهتون خیلی خوبه، دلیل بر نمیشه که جایی میشناسنش. خب یه راه خیلی خوب، یه راه میونبر خیلی خوب اینه که شما مثلا تو ورکشاپ بیمه‌مالی شرکت کنید، توی برنامه بیمه‌مالی شرکت کنید، با استادای بین‌المللی آشنا بشید و از اینا نامه بگیرید. یعنی من خودم دانشجویی داشتم که بهش گفتم آقا شرکت کن تو این ورکشاپ، با استاد آشنا شده، به استاد ایمیل زده گفتم می‌خوام دانشگاه شما، میشه نامه به من بدید؟ همونجا بهش نامه فرستاده. تو رکامندشن لتر هم باید بهتره که نوشته بشه آقا مثلا به خاطر این فعالیتش، نه که مثلا بچه خوبیه، مثلا آروم بوده سر کلاس، پای نداره تو. مشخصا باید بگم مثلا این کلاس رو داشته، این نمره رو از من گرفته و خیلی هم مثلا تو این مثلا لول تو این حوزه خوب بوده. اوکی. و سال آخرین که الان ظهر تو برای پستاک داری. آره. اقدام می‌کنی. اون چرتش چجوریه؟ سخته؟ چون من شنیده بودم که یه ذره یعنی این یه قانون نوشته است ولی انگار که اینجوریه. در واقع استاد بعد از دکترا تو رو انتخاب میکنه برای پستاک. آره، درسته؟ آره. این پستاک صرفا میشه پروژه هایی که هست و شما بر اساس اون پروژه میتونین قراردادی بنویسین که حالا اون قرارداد میشه پستاک. برای گرفتن پستاک داشتن استادی که پروژه های متنوع داره و دستش به پروژه بازه، یعنی پروژه توی دست و بالش زیاد داره، خیلی میتونه مؤثر باشه. به خاطر همین قبلا هم گفتم که استاد درست انتخاب کردن خیلی میتونه کمک کنه به آینده. استاد حالا به هر حال یه سری پروژه‌ای دارن، پروژه‌های دانشگاهی که برای این پروژه میتونن هم اسکالرشیپ بگیرن، دانشجو اسکالرشیپ بگیرن، هم میتونن پستاک بگیرن که خب تنها تفاوتش هم توی حقوقش هست و مسلما مسئولیت‌ها. و این عملکرد شما تو دوره پی‌اچ‌دی، خروجی‌هایی که داشتین و میزان فعالیتاتون و اونجور که تونستین استاد رو متقاعد نه راضی کنین خیلی مهم هست. اگر استاد از عملکرد شما راضی باشه، معمولا شما رو توی لب نگه می‌داره. اگر دستش باز باشه، پروژه داشته باشه، نگه می‌داره. و حالا پستاک به این صورت هست که عملا شما باید اینترویو بدین. البته اینم بگم که صرفا به لب و دانشگاهی که توش بودین محدود نمیشه. من الان میتونم برای پره پشه شده بچه نمیدینی میتونین برای دانشگاه‌های دیگه هم اقدام بکنید، ولی معمولا شانس دانشجوهای خود اون لب و اون دانشگاه خیلی بیشتر از شما به عنوان یک خارجی هست. یعنی اگه از ایران میخواین اقدام بکنید احتمال قبول شدنشون کمتر از آره. حتی اگر مثلا من الان از دانشگاه روماتره بخوام مثلا یه دانشگاه توی مثلا میلان اپلای بکنم، شانس من یه مقدار کمتره، چون به هر حال توی اون دانشگاه توی اون دپارتمان یه سری دانشجو هستن که توی این زمینه کار میکنن و شانس اونا بیشتر از منه. ولی به هر حال اپلیکیشن داره، اینترویو داره، ولی خب همون قانون نانوشته. قانون نانوشته که. و در نهایت راضی هستین اگه برگردین عقب دوباره ایتالیا رو انتخاب میکنین؟ یه چیزی بگم بعد اینجا واقعا صادقانه بگین که اگه برگردین عقب ایتالیا رو انتخاب میکنین یا نه؟ من اگه برگردم عقب نسبت به کشورهای دیگه خب شدش فرق میکنه. اینجا به دنیا اومده بعد خب به هر حال یعنی برگشته ایران دوباره اومده، ولی من چون حوصله نداشتم زبون جدید یاد بگیرم و اینا، چون زبون ایتالیا زیاد بلد بودم، نه جای دیگر انتخاب نمی کنم. یعنی یا ایران انتخاب می کنم که خانواده‌ام هستم، یا اینجا انتخاب می کنم که میشناسم زبانش رو، به دنیا اومدم. ولی قطعا برای ریسرچ کشور خیلی بهتر از ایتالیا هم
هستش به شرط بهتر شما لبخند صادق باشم صادق آره صادق آره صادق صادق من نه اوکی. البته من یه مقدار دستم بسته بود و خیلی مقاومت کردم که ایتالیا نیام ولی واقعا نمیتونستم واقعا انقدر استادم کار درسته که واقعا نتونستم کسی جایگزین این بکنم یعنی مجبور شدم بیام ولی در نهایت اگر برگردم به عقب شاید موضوعم رو تغییر بدم و برای دانشگاه دیگه توی بخشای دیگه اروپا اقدام بکنم و به چند دلیل یکی اینی که من چون ایتالیایی بلد نیستم و تو این 3 سالم ایتالیایی نخوندم سر ایتالیایی خیلی اذیت شدم حتی الان برای پروژه بعد از دانشگاه هم تمام میتینگا تمام جلسات به ایتالیاییه و این خیلی اذیت کننده است خیلی مشکله چون شما باید به زبان ریسرچ صحبت بکنید توی جلسات نه صرفا خرید سوپرمارکت خب یک سطح زبان ایتالیایی خوب میخواد و از طرف دیگه تفاوت حقوق ایتالیا و بقیه مثلا من پوزیشنی رو دیدم برای پستاک توی هلند یا نروژ یادم نمیاد که حقوقش بین 3500 تا 5500 بود این پوزیشن ولی خب حقوق پستاک توی ایتالیا 1800 هست که بعد از تکس میشه 1600 خب مسلماً تفاوت حقوقی خیلی چشم گیره دقیقا چیزی که نه تنها راجب دکترا بلکه راجبه فکر کنم بیشتر شغل و حرفه ها اینطوره که بیرون ایتالیا بیشتر بهتون پول و مزایا میدن تا تو خود ایتالیا منتها ایتالیا شرایط اینو داره که خب حداقل از به خاطر از ایران بیرون اومدن راحت تر میشه ازش بیرون اومد نه که صرفا حالا ایتالیا بد باشه یا هرچی ولی به نظرم جای خوبیه برای کسی که حالا امکان رفتن به آلمان، هلند جاهای اینجوری نداره ولی خب میخواد که از ایران خارج بشه و خب توی دانشگاه خوب درس بخونه، بورسیه بشه. البته اینم بگم که دانشگاه ایتالیا پذیرش‌های آسونی دارن ولی سطح علمی خیلی بالایی دارن. یعنی رنکینگ‌های خوبی دارن ولی وارد شدن بهشون هم آسون‌تره به نسبت بقیه دقیقا. جا. یه تفاوت دیگه هم که اگه بخوام بگم اینی که اون اسکالرشیپی که شما توی پی اچ دی ایتالیا میگیرین چون وابسته به دانشگاه هست یعنی دارین از دانشگاه دریافت میکنین یه جورای مطمئنه یعنی شما میدونین 3 سالو شما اسکالرشیپ دارین ولی توی بعضی از کشورها اون اسکالرشیپی که دریافت میکنین بر اساس پروژه استاده و ممکنه مثلا وسط تحصیلتون اون پروژه به این مشکل بخوره یا دچار مشکل مالی بشه یا هر چیزی و شما بدون اسکالرشیپ بیفتین من دوستانی دارم که این اتفاق برشون افتاده توی آلمان که استاد وسط پی‌اچ‌دی گفته که من پولم تموم شده حالا میخوای برو کار کن میخوای برگرد کشورت یا هر چیز دیگه خب این مزیت‌ها هم هست بخواید در نظر بگیریم بورسیه استانی گفتین که با این فاند چیز متفاوته با این فاندی که واسه دکترا میدن دو تا چیز مختلف یه چیز اضافه کنم واسه بورسیه آره استانی حتما. یه استراتژی واسه پسرا واسه پسری که سربازن یعنی شاید خانوما این مشکل نداشته باشن ولی یه پسری که سربازه این دغدغه رو داره که خب اگه این یه دونه پوزیشن با بورس قبول نشن چیکار کنم این یه پیشنهاده میتونه این کار انجام نده اگه تو یه شهر هستین که 2-3 تا دانشگاه هست و چند تا دانشگاه میتونین اپلای کنید یه پوزیشن با بورس و میتونین یه دانشگاه دیگه یه دانشگاه دیگه مون پلن بی انتخاب کنید اون رشته بدون بورس که اگه اون رشته رو با بورس قبول نشدید حداقل اون یه دونه بدون بورس که شانس قبولیتون بیشتره قبول بشید و از ایران خارج بشید بیاید اینجا با وجود اینکه اون بورس نداره شما بعد تازه میتونید برای بورس استانی که دانشجو ارشد و دانشجو کارشناسی میگیرن برای اون اقدام کنید خیلی ممنونم از دوستاتون وقت گذاشتین امیدوارم که موفق باشین امیدوارم همه کات نکنین ما رو سانسور نکنین نه سانسور تو کارمون نیست واقعا بهشون هیچ آب و هیچی ندادیم الان میریم تازه میشینیم یه جایی که قشنگ یه چیزی بخوریم ما نمیتونستیم بریم یه جایی که چیزی بخوریم به خاطر اینکه آهنگ پخش میشه و اون قضیه کپی رایت ما رو داغون کردن من پشا تو دو قسمت بدنم رفتن که دماغم یکی بچا پشاها داغونمون کردن یعنی پاهام نابود رو دوربین داره اینجوری پشا اینجوری میره آره خلاصه که خیلی ممنونم ازتون قربونت مرسی امیدوارم که همه این پروسه رو انجام بدن و گیر آدمای یعنی هر کسی که میخواد و گیر آدمای سودجو نیفته واقعا چون آدمای سودجو توی مسیر خیلی زیادن و از استرس و از شرایط
ناموساعد الان ایران سو استفاده میکنن. دقیقاً. چون سرکیسه میکنن. آفرین. بورس تضمینی. یعنی من کهیر میزنم تا وقتی اینو میبینم. واقعا این چیزا ندید. درست. کاملا ما. خیلی ممنون که ما نگاه کردیم تا برنامه های بعدی. البته نه وایسین که فرازم بیاد ببینیدش که من پشت دوربینم دیگه. عامل پشت صحنه بود. نه باید نشونت بدم نمیشه. آره. بده من نشونت. من بدم بهت همه چی خراب میشه. خب چرا؟ برای اون فرق فوق لیسانس مجدد خوندن یه دکترا میتونستی بگی که همه جواباتونو گرفته باشین اینقدر پشه اینجا سپاس خوبیش این بود اینا میتونستن اینطور اینطوری کنن ولی من اصلا میکروفون ندارم با کی دارم حرف بزنم؟ همین خدافظ.